شبکه خبری CNN در گزارشی نوشت که شبکه ای از شهروندان عادی ایرانی به معترضان و فعالانی که در ماهای اخیر مجبور شدن خودشون رو مخفی کنن در خونه های خودشون پناه میدن این شبکه خبری در گزارش خودش تاکید کرد که مشخص کردن تعداد دقیق معترضانی که در داخل ایران پناه گرفتن غیر ممکنه اما CNN تونسته با چندین نفر گفتگو کنه که خونه ها و خانواده های خودشون رو ترک کردند تا از نابودگری خشونت نیروهای خامنه ای کفتار بتونن فرار کنن. این شبکه خبری به فردی به نام لیلا اشاره کرده که از چند هفته پیش در خونه افرادی زندگی میکنه که پیشتر هرگز اونها رو ندیده بود. این فرد به دلیل فعالیتهاش به عنوان یه فعال حقوق مدنی و سازماندهی های مردمی از چند سال پیش در تیررس حکومت ایران و در شهریور ماه مجبور شد که مخفی بشه. CNN نوشت که از اون زمان نیروهای امنیتی با تفتیش خونه و بازجویی از خانوادش در تعقیب او هستند. لیلا به CNN گفته که حتی خانوادش حالا نمیدونن که او کجاست. با این حال فشار نیروهای امنیتی بر خانواده او برای یافتنش افزایش یافته. او به CNN گفته در خونه ما دستگاه شنود وجود داره به همین دلیل من هرگز با خانوادم تماس تلفنی برقرار نمی کنم. دیلا که پیش از خیزش جاری در ایران علیه جمهوری اسلامی به دلیل فعالیتهاش زندانی شده بود بعد از آغاز خیزش با تهدیدهای مقامهای زپرتی جمهوری اسلامی مبنی بر بازگردوندن دوباره او به زندان مواجه شد. این فعال مدنی تاکید کرده بعد از کشته شدن محصا امینی میخواستند منو ساکت کنند میدونستم اگه بخوام بمونم و به فعالیت هام ادامه بدم باید خودم رو از دید اونها پنهان کنم او تأکید کرده تنها چیزی که موجب شده ماها زندگی مخفیانه رو تحمل کنه این امیده که روزی بتونه در ایران آزاد زندگی کنه این گزارش CNN در حالیه که این شبکه خبری پیشتر گزارش داد که حکومت مافنگی ایران به حساب معترضان بازداشت شده در شبکه های اجتماعی دسترسی داره و به نظر میرسه که شرکت های فناوری توان متوقف کردن این روند رو ندارن. این شبکه تاکید کرد که با گسترش اعتراضات در کشور بیشتر توجه ها به تلاش حکومت برای قطع اینترنت متمرکز شد. اما برخی نگرانند که حکومت با دسترسی به برنامه های کاربردی تلفن همراه برای نظارت و نابودگری معترضان استفاده کنند. همچنین این رسانه آمریکایی اضافه کرده که به عقیده کارشناسان ممکن شرکت‌های فناوری برای مقابله با چنین تلاش‌هایی مجهز نباشند. شبکه CNN در گزارش دیگری هم نوشت بعد از دو ماه تحقیق از یازده مورد خشونت جنسی که بعضی شامل چند قربانی بوده علیه معترضان زن و مرد در بازداشتگاه های ایران مطلع شد و تقریبا همه اونها در مناطق کردنشین رخ داده این شبکه تأکید کرد که تجاوزهای جنسی علیه بازداشت شدگان برای باجخواهی ضبط شدند اما سی در بخش دیگه از گزارش خودش از پیروزی های مردمی هم گفته و نوشته پسر کوچیک خامنه کفتار میسم دستگیر شد سی این توضیح اضافه نداده اما نوشته این تازه آغاز ماجراست که مردم خلق کردند هدف بعدی مردم ایران برای گیر انداختنش مشخص شد این پیروزی روحی بخش برای مردم هنوز واکنش چلاغلی خامنه ای رو در پی نداشته در حالی که قیمت دلار همچنان بالای مرز 40 هزار تومان در حال افزایش، تویله مجلس کاسلیس خامنه ای جلسه ای رو در این زمینه برگزار کرد و مقام های زپرتی ضمن وعده دوباره برای ساماندهی بازار ارز خیزش مردمی رو مقصر افزایش قیمت دلار معرفی کردند. بر اساس اطلاعات وبسایت های حکومتی که در زمینه ی معاملات بازار ارز و سکه فعالیت می کنن، قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به بیش از 40700 تومان رسیده. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز پنج شنبه گذشته برای اولین بار مرز چهل هزار تومن رو رد کرده بود و در معاملات روز شنبه هم 500 تومن افزایش یافت و به 40500 تومن رسید. در واکنش به افزایش بی قیمت دلار در ایران، مجلس طویله روز یک شنبه گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت مشبرام پرپکان و در دستور کار قرار داد و رئیس پلشت کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس طویله مجلس و برخی از نمایندگان زپرتی سخنرانی کردند. احسان خاندوزی چهلپدر وزیر بی سواد اقتصاد با آشوب توصیف کردن اعتراضات جاری در ایران درباره افزایش بی سابقه قیمت ارز گفت در مسئله مشخص ارزش پول ملی و ارز بانک مرکزی برنامه هایی رو در پیش گرفت بگونه که تا قبل از ناآرامیها ها و آشوبها در کشور بانک مرکزی تونسته بود سیاستهای خودش در خصوص حواله و بازار با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببره این مردک پوفیوز این ادعا رو مطرح کرد که در حوادث اخیر و بعد از شکستن دعوت به بستن اصناف کسبه و بازارها دشمنان به دنبال انتقال نارامی ها به بانک ها و بازار ارز کشور هستند که با تدابیر بانک مرکزی در هفته ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات خواهیم بود. همچنین علی صالح آبادی پوفیوز رئیس کل بانک مرکزی از سیاست ارزی دولت دفاع کرد و گفت اونچه که به بانک مرکزی برمیگرده کنترل نقدینگی و تورمه سیاست های عرض و تقاضا هم در حال دنبال شدنه محمد باقر خالیباف لجن رئیس کاسلیسان ولایی در طویله مجلس گفت این روند امروز ارز نه برای مردم قابل قبوله نه برای ما نه برای وضعیت اقتصادی این مردک چهل پدر به جلسه سران سه که در روز شنبه برگزار شد اشاره کرد و اضافه کرد قرار شد این موضوع رو با همکاری بانک مرکزی و دوستان وزارت اقتصاد و کسانی که با موضوع ارز در ارتباط هستند به طور ویژه دنبال کنیم و قطعا بحث ارز ساماندهی خواهد شد. خالیباف هرومزاده همچنین این ادعا رو مطرح کرد که جمهوری اسلامی با روند صادراتی خودش مشکلی در تامین ارز نداره و فقط باید کنترل میدانی و ساماندهی بازار ارز صورت بگیره. پیشتر برخی از مقام های نکبت جمهوری اسلامی با وجود تاکید بر افزایش صادرات و درآمدهای ارزی ایران اعلام کرده بودند که خیزش سراسری علیه جمهوری منحوس اسلامی موجب نوسانات در بازار ارز شده. همچنین محمد رضا پور ابراهیمی پافیوز رئیس پلشت کمیسیون اقتصادی طبیله مجلس هم در این نشست گفت سیاست نابودگری قیمتی در نرخ نیمایی موجب نابودگری ارز در یک سو از سوی دیگه تحریک تقاضا شده. این مردک اضافه کرد رانت عجیبی در رانت نیمایی در اقتصاد کشور در حال توضیعه نرخ نیمایی امروز به نرخ ارز ترجیحی دوم در اقتصاد تبدیل شده که باید برای اون چارهای بیاندیشیم. همچنین علیرضا سلیمی مفتخور عضو هیئت رئیسه طبیله مجلس از وجود نرخ های متعدد دلار در بازار انتقاد کرد و گفت امروز هفت نوع نرخ ارز در بازاره در کجای دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار هستیم این مردک گفت که بر اساس گزارش طویله مجلس روزانه 100 هزار دلار ارز مسافرتی بین افراد متمول توضیح می شو 3 میلیارد دلار ارز به سایرین ارائه شده. سلیمی تاکید کرد چرا شفاف گفته نمیشه که این سایرین چه کسانی هستند؟ بیل کسیدی سناتور آمریکایی درباره منفوریت رژیم منحوس نزد مردم ایران و جامعه بین المللی در صفحه توییتر خودش نوشت رژیم ایران هر ذره مشروعیت رو که ممکنه زمانی به اون متوسل شده باشه از دست داده وی افزود رژیم منفور ایران هر رو مردم خودش رو که انتخاب کردن برای آزادی خودشون قیام کنن بزدلانه به نابودی میرسونه این رژیم ذره اندکی مشروعیت رو که ممکنه زمانی به اون متوسل شده باشه از دست داده